خوشبختانه که حضور جناب استاد حسن افضلی مربی فن بیان و موفقیت فردی را در کنار خود داریم و ادامه بحث هفته گذشته ای که هدف گذاری و امروز در رابطه با مراحل هدف گذاری صحبت میکنیم. این که یک فرد زمانی که یک هدفی را بر خودش مشخص میکنه و چه مراحل را سپری کنه تا به او هدفش دست پیدا کنه. جناب استاد صبحتان بخیر، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، خدمت آقای جویا و شما بانو کوثر گرامی سلام و همچنان به همه بیننده ها تشکر. سلام. بخیر باشین. خیلی تشکر جناب استاد از حضور شما امروز. در ادامه بحث قبلی اهمیت هدف گذاری را شما عرض کردین. بله. اگر این هفته بیایم که هدف گذاری که شما اشاره کردین هفته قبل چه مراحل بودن میتونه؟ خب در جلسه هفته گذشته در مورد اهمیت همونطور که شما صحبت کردین بحث شد و فعلا سوالی که راجع شده بحث گام های عملی برای انتخاب هدف هست. به صورت مشخص و کوتاه و کاربردی صحبت کنیم، چهار گام وجود داره برای اینکه ما در زندگی خود ما هدف گذاری کنیم. گام اول ایده های، اینه ایده ها به این معنا که ما به چی چیزهای به چی جاهایی میخوایم در زندگی برسیم. مثلا یک نفر در زندگی میخواد به 10 هدف برسه، مثلا 10 هدف داره، مثلا روی تحصیلاتش، روی وضعیت اقتصادی، روی مثلا کارهای اجتماعی و فرهنگی، یا مثلا تألیف کتابها و بخشهای مختلف. حالا ما در زندگی اونقدر فرصت نداریم که بیایم خیلی موارد بیشتر را با هم بررسی کنیم مثلا برسیم. ما در بحث اولویت بندی فقط حداقل 6 نکته مهم ما انتخاب میکنیم، حداقل 7 نکته مهم یا 5 نکته مهم انتخاب میکنیم. اینا میشه ایده های ما، این چیزهایی که ما میخوایم به اونها برسیم. مرحله بعد از ایده ها مرحله اولویت بندیه. اولویت بندی مثلا ما در زندگی دوست دارم به این 5 نکته برسم، این 5 کار رو در زندگی انجام بدم. حالا ما اولویت بندی میکنیم که نکته اول، نکته دوم، نکته سوم، نکته چهارم، نکته پنجم. اولین نکته مهمترین هدف زندگیم هست و نکته چهار پنجم نکته هست که من اگر بین 4 و 5 در انتخاب قرار بگیرم حاضرم 5 به خاطر هدف چهارم رها کنم، قربانی کنم، ترک کنم. اینی مرحله دوم دوستا. مرحله اول بود بحث ایده یابی، مرحله دوم هم از بحث اولویت بندی، مرحله سوم بحث آزمایشه. ای که ما مثلا آزمایش کنیم که هدف رو که ما در نظر گرفتیم هدف درسته یا غیر درسته. هدفی که ما در نظر گرفتیم آیا من استعداد رسیدن به هدف دارم یا ندارم. مثلا تحقیقات علمی حدود 50 سال قبل نشان میده که 97% انسان ها یا در زندگیشون هدف ندارن یا هدف اشتباه دارن. مثال واقعی برای شما تعریف کنم، ما مثلا اشتراک کننده در دوره ما داشتیم، ایشان لیسانس خوانده در رشته جامعه شناسی، روابط بین الملل ماستری خوانده و همچنان دوره های آموزشی زبان انگلیسی مثلا خوانده، آمده بود بعد از 16-17 سال تحصیلات پرسان میکرد، میگفت آقای افضلی به نظر شما ما در زندگی به درد چی کار میخونم؟ یعنی انسان 18-17 سال تحصیل میکنه، بعدا تا هنوز نامشخصه، سوال برش که ما در زندگی به درد چی کار میخونم؟ 97% انسان ها یا هدف ندارن یا هدف اشتباه داره. بنابراین ما در مرحله سوم آزمایش میکنیم آیا هدف رو که ما در نظر گرفتیم هدفم درسته یا غیر درسته. مرحله چهارم مرحله اقدامه. در این مرحله ما اقدام عملی انجام میدیم. ببینین اگر ما بهترین نقشه را روی کامپیوتر ما روی کاغذ داشته باشیم، تا زمانی که اقدام عملی نکنیم، فکر کن شما بهترین ساختمان رو روی کامپیوتر طراحی کردیم اما هیچ عملی، هیچ خشتی رو سر خشت نکردیم به خاطر این نقشه، ما نقشه رو تبدیل به واقعیت کردن نمیتونیم. میگه جهان پر است از ترسوهای خوش فکر، یعنی یک سری آدم ها افکار خیلی خوبی دارن که افکار خوبشون رو در زندگی عملیشون پیاده کردن نمیتونن، در زندگی واقعیشون پیاده کردن نمیتونن. بنابراین بحث اول بحث ایده یابی، بحث دوم اولویت بندی، بحث سوم آزمایش و بحث چهارم بحث اقدام عملی که ما اقدام های عملی را انجام میدیم برای رسیدن به هدف ما. اینا مراحل عمومی و فشرده هدف گذاری. خب جناب استاد، بحث سوم را شما هم که گفتین، خب حالا چگونه ما بفهمیم که هدفی که من مثلا طراحی کردم برای خود اما هدف درست است؟ شما هم که اشاره کردین و اینکه چقدر مهم است اهداف ما با همون ظرفیت ما تطابق داشته باشه از یک طرف و همون امکاناتی که ما داریم. بله، ببینن حالا سوال خیلی خوبیه. بحث آزمایش بحث خیلی مهمی از هدف هست. این زمان ما حالا امتحان میکنیم هدف را که ما در نظر گرفتیم هدف واقعا واقعی متناسب با علاقمندی و استعداد و اشتیاق ما هست یا خیر.
من یک سوال مطرح کردم در یک سمینار، گفتم شما میخواهید در زندگیت یک خانه داشته باشی، یک خانه خیلی با مثلا ویژگی هایی که تعریف میکنه. بعد گفتم شما خانه را داری اما مردم خبر نداره که خانه شماست، در داخل خانه زندگی میکنی اما مردم خبر نداره که خانه از خودتان، مردم فکر میکنن مثلا شما کرایه میشید. آیا از استفاده خانه لذت میبری؟ آدم ها تقسیم شدن به چند گروه، بعضی ها گفتن آه بله ما لذت میبریم، بعضی ها گفتن نه دیگه مردم که خبر نداشته باشه خانه از خود ما هست یا نیست، میرقمی که ما لذت نمیبریم، حداقل به چشم مردم بیاد که مثلا فلانی این بحثا داره. بعد ببینین کسانی که حالا هدف به خاطر خودش میخواد، فکر کن شما در زندگیت میخوای خانه داشته باشی و از بودن در از بودن تنهایی در اون خانه لذت میبری اما کاری به فکر مردم نداری، یعنی هدف واقعیه. اما میخوایم یک چیزی را داشته باشیم به خاطر مردم، به خاطر که به چشم مردم بیایه، به خاطر که مثلا مردم بگه که آه فلانی این کار را انجام داده، یعنی هدف واقعی نیست. فکر کن یک زمان ما درس میخونیم، تحصیلات میکنیم به خاطر از اینکه خود ما آدم توانمند باشیم، اما یک زمان تحصیلات میکنیم به خاطر که مردم نگو یکی بی سواده، مثلا بی سواده ببین. اینی زمان که ما به خاطر اصل ماهیت تحصیل میکنیم، اینی زمان هست که هدف ما واقعیه. و زمانی که ما به خاطر صحبت مردم این کار انجام بدیم، اینجا هدف ما درست نیست. یا مثلا یک نفر فکر کو در کنکور طب انتخاب میکنه در حالی که استعداد نداره در اون زمینه، به خاطر چی؟ به خاطر نامش، به خاطر حرف مردم. اگر ما بر اساس استعداد ما مثلا رشته را انتخاب میکنیم که درست، اما اگر به خاطر حرف مردمی که به چشم مردم به کار ما انتخاب میکنیم، اینجا هدف ما هدف درستی نیست. بنابراین اصلی ترین آزمایشی که ما برای هدف داشته باشیم این است که آیا ما از داشتن خود او شی یا از کار کردن در اون زمینه لذت میبریم، یا اینکه به خاطر مردم کار رو انجام بدیم، به خاطر مثلا تعریفات آدم‌های دیگه اون کار رو انجام بدیم. این میتونه بهترین و واقعی ترین هدف کار و گزینه برای آزمایش باشه که ما آزمایش کنیم آیا هدف ما هدف واقعی است یا غیر واقعی است. بله، خیلی سپاس از شما آقای افضلی از اینکه امروز حضور پیدا کردین در برنامه ما. واقعا هر چقدر ما بشینیم پای صحبت‌هایتان شیرین تر میشه و مشخصا و مطمئنا که برای هر کدام ما صحبت‌های شما خیلی مفید واقع میشه. سلامت باشین، تشکر از شما. ان شاء الله ادامه بحث‌ها در هفته گذشته، وقت ما به پایان رسیده، همکارانم اشاره داره، در هفته‌های بعدی ان شاء الله بحث‌ها را ادامه خواهیم داد. خوبه ان شاء الله. سلامت باشین. تشکر.